آیا احتمال جدایی شهریار در این روزهای بحرانی پرسپولیس قوت گرفته؟ علی دایی که کمکاری تیمش رو به خاطر نگرفتن پول بچه‌هاش میدونه و میگه پولی رو که میگیرن حقشون هست و باید فرقی با کسانی که تو شهرداری کار میکنن داشته باشن، آیا واقعا درسته؟ آیا واقعا کسانی که میلیاردی پول میگیرن و خودشون رو حرفه‌ای میدونن در آخر فصل و در حساس‌ترین موقع دست به اعتصاب میزنن؟ بازم دم بچه‌های شهرداری گرم که اگه پولشون هم نمیدن به فکر هموطنان هستن و وظیفه‌شون رو خوب انجام میدن. یه تصمیم جمعی بود که تمرین نکنیم. فقط مشکل مالیه که باعث شده که تمرین‌ها تعطیل بشه. هیچ قولی داده نشه تمرین ما کنسل بشه. بچه‌ها الان تصمیم گرفتن. ما هم هرچی میگیم میگن این سه چهار تا بازی اگر بگذاره دیگه کسی حال ما رو نمیپرسه. چرا بچه‌ها برگشتن تمرین کردن؟ برای اینکه دیدن فایده‌ای نکرد. نه. بعد دیگه ما اگه دیگه قرار بود 5 روز پشت هم تمرین نکنیم، ما الان فردوسی پور حرف منو گوش کنین دیگه. باشه سوال پرسیدم، جواب سوالتو میدم. چون سوالی پرسیدم میگم گوش کن. جوابتون رو میدم. آخ خودتون جواب میده سوال منو. بله. سوال خودتون خودت جواب بچه هم من میپرسم. خودم جواب میدم که من ما سر کار. نه سر کار نیست. من سوال از مردم میپرسم. خوش باشه. ببینین موقعی که بعد از بازی سپاهان روز چهارشنبه به من قول میدن شرف و موسیقون رو قطعا میخورن چون تو عواسط هفته دیگه 3-4 میلیارد به تیم تزریق میشه که یه خورده از مطالبات بچه ها رو بدن و میرن هیچ کس پاسخ کنید. همون روز اول که بچه ها اعتراض رو کردن اگه یکی میومد میگفت ما پول نداریم بهتون بدیم، بچه ها تمرین نمی کردن؟ مطمئنن تمرین می کردن. چرا آقای پروین اومد گفت که ما هیچی نداریم، قولم نمی دیم بهتون، آب پاکم رسود دست بچه ها. بچه های منم باشون صحبت کردم و اومدن تمرین کردن. در تمام دنیا در آخر فصل همه تیم‌ها به فکر قهرمانی هستن، ولی در ایران مثل این که همه چی فرق میکنه و محبوب‌ترین تیم کشورشون بازیکن‌ها قصتاشون عقب میفته و یه سری هم به قول خودشون نون شب ندارن بخورن که سرمربیشون بهشون قول میده که مسئولین قراره بهشون پول بدن و به خاطر این ناموسشون رو گرو گذاشتن. ولی علی آقا پروین آب پاکی رو دست همه میریزه و میگه آقا جان پولی در کار نیست و قسم و وعده و وعید و ناموس واسه شما پول نمیشه. بازیکنان هم دیدن که پولی در کار نیست، عشق به هواداران رو بعد از چند روز توی بیانیه صادر کردن و به تمرینات خود بازگشتن و در یک بازی ضعیف و بی انگیزه دو امتیاز حساس رو از دست دادن و شانسشون رو برای قهرمانی کمرنگ کردن که سازمان لیگ هم از این کار عصبانی شد و طی یک بیانیه‌ای این کار پرسپولیس رو محکوم کرد. آیا این اتفاقات اخیر به نظر شما منشأ از گذشته شهریار و سلطان نداره؟ گفتن شما که نمیتوانید چرا ایستاده اید آیا کنایه به پروین نیست؟ و آیا این جنگ دیرینه سلطان و شهریار هنوز ادامه داره؟ تو این دو هفته که هیچی ندیدیم، ما از دوشنبه قبل قراره آقایون بیان سر تمرین، اصلا ما کسی رو ندیدیم. بیاین پول قرارداداتون رو بدین، موقعی که نمیتونستیم واسه چی میاین؟ من صحبتم اینه آقا، کسی که نمیتونه واسه چی وایستادی؟ اصلا خنده داره. حمایت شما از چی صحبت میکنه؟ چه حمایتی میشه من بدونم؟ ولی اما در حساس ترین بازی امروز فینال جام حذفی که در کرمان برگزار میشه، بازیکنان تراکتور زمین ورزشگاه رو واجد شرایط نمیدونن و خیلی دوست داشتن که فینال این بازی ها در یک ورزشگاهی خیلی بهتر انجام میشد. مس هم که احتمال سقوطش تو لیگ هست، همه جوره هم قسم شدن که در فینال یک بازی خوب انجام بدن و قهرمانیشون رو در کرمان 100% کنن. اما بازیکنان تراکتور با اومدن اولیویرا شرایط بهتری پیدا کردن و تمام بازیکنان هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خودشون رو آماده این بازی میبینن. و اما بازی‌های هفته 27 لیگ برتر جام خلیج فارس
حساس ترین بازی این هفته که روز جمعه برگزار میشه، پرسپولیس با سوای قم بازی داره. نگاهی میندازیم به همدیگه به جدول لیگ برتر. در صدر جدول استقلال با 50 امتیاز، فولاد با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر دومه، نفتم با 47 امتیاز سوم هستش. سه تیم ته جدولی هم زباهن، فجر و مس هستن که برای بقا باید بیشتر تلاش کنند.